با سلام، به کانال تهران تیوی خوش آمدید. اگر عضو کانال ما نیستید، لطفاً روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و با ویدیوهای جذاب ما همراه باشید. رابطه عاشقانه سحر قریشی و پویان مختاری لو رفت. پویان مختاری شب گذشته در یک لایو مشترک با امین فردین صحبت‌هایی کرد که امروز در شبکه‌های اجتماعی شایعه‌ای مبنی بر رابطه پویان مختاری و سحر قریشی پخش شده است. این خبر کذب میباشد و توسط طرفین تایید نشده است. پویان مختاری کیست؟ پویان مختاری متولد 8 مهر ماه 1369 در شهرستان ایزه است. او یک خواننده است. پویان فارغ التحصیل فوق دیپلم نقشه‌کشی صنعتی از دانشگاه اهواز است. موسیقی را از یک بیت 40 ثانیه‌ای شروع کرد. این آهنگ ناخواسته پخش شد و میشه گفت برخورد کسانی که آهنگ رو گوش کردن باعث شد کارش رو ادامه بده. فعالیت‌های موسیقی پویان مختاری. او فعالیت‌های خود را در زمینه موسیقی با سبک پاپ آغاز کرد و سپس کم کم سبک رپ را هم با آن تلفیق کرد. بعضی از موزیک‌هایش به زبان بختیاری است و او در رابطه با این کارش گفته که دوست دارم فرهنگ و زبان بختیاری را جای بیندازم. تلفیق سبک‌های مختلف در موزیک‌های او باعث شده که هنرش با دیگر خوانندگان هم سبک خود متفاوت‌تر جلوه کند و طرفداران زیادی را از آن خود کند. وی همچنان راجع به سبک موزیک خود گفته است که سبکی که من می‌خوانم را نمی‌توان رپ نامید و نه پاپ. نمیدانم چه عنوانی را باید روی آن گذاشت، اما استایل و استانداردهای رپ و پاپ متفاوت است. داراب افسر بختیاری، شاعر به نام بختیاری، اشعاری با ریتم ضرب دارد که میتوان گفت شاید این نوع ریتم خانه‌اش از گذشته در بختیاری بوده است. رفتن پویان مختاری به ترکیه. وی در بهار 1397 به ترکیه مهاجرت کرد و دیگر به ایران باز نگشت. او در این باره در اینستاگرام خود نوشت: هیچ وقت دوست نداشتم ایران را ترک کنم و تمام تلاشم را کردم، اما دیگر نشد. خدا حافظ ایران. جالب است بدانید که پویان در حالی که در ایران و به خصوص بین بختیاری ها به شهرت رسیده بود، بعد از مهاجرت به ترکیه مانند بسیاری دیگر شروع به راه اندازی سایت های شرط بندی ورزشی کرد که بسیار هم در این کار موفق شد و از همین طریق درآمد بسیار زیادی به جیب زد و حالا شاهد زندگی فوق لاکچری او هستیم. شغل پویان مختاری تا وقتی که در ایران بود. در ایران بیوتی منیجر بودم، یعنی کارهای زیبایی انجام می دادم. به طور مثال اولین شروع هم با یکی از دوستان بود که به مطب پزشک زیبایی رفتیم و به پزشک گفتم میشه صورت دوستم رو اینجوری در بیاری، یعنی زاویه سازی فک و چونه. بعد از اینکه کار تموم شد و پزشک از پیشنهاد من خیلی خوشش اومد، از اونجا شد که فهمیدم توی این قضیه بیوتی منیجر استعداد دارن. بعد از اون با اون پزشک صحبت کردم. دوستام که میان اینجا برای کارهای زیبایی، شما بهشون یه تخفیف و همچنین یه درصدی هم به من بده. و ازدواج پویان مختاری با نیلی افشار. پویان مختاری در ترکیه با دختری به نام نیلی افشار زندگی مشترکی داشت. پویان که با چندین مطب به زیبایی کارش رو شروع کرده بود، در یکی از مطب‌ها که نیلی منشی آنجا بود با او آشنا شد. بعد از مهاجرت پویان، نیلی هم به ترکیه مهاجرت کرد و بعد این دو اینستاگرام هم را دنبال می کردن و دوباره با هم قرار گذاشتند و آنجا بود که رابطه آنها مجدداً شروع شد. به گفته پویان، نیلی هیچ وقت دنبال مادیات نبوده و یکی از دلایل موفقیتش تو زندگی نیلی بوده، همچنین خیلی تو زندگی بهش کمک کرده. نیلی افشار متولد سال 1373 زاده کرج است. تا کنون اطلاعاتی در مورد ماه تولد و یا خانواده او منتشر نشده است.
ممنون که تا اینجای کار با ما همراه بودید. لطفاً ویدیوهای ما را برای دوستان خود شیر کنید. شب و روز بر همه شما خوش.